اخیراً گزارش از سوی روزنامه نیویورک تایمز و تاریخ 10 دسامبر مطابق به 21 قوس سال روان میلادی به نشر رسیده. مبنی بر اینکه زنان و دختران در تلویزیون زن مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرند و در این گزارش یادآور شدن از اینکه دو کارمندی که از شبکه تلویزیون زن از فعالیت‌هایشان دست کشیدن و به عباره دیگر استفاده دادن از این رسانه دلیلش هم آزار و اذیت جنسی بوده است. مسئله ای که برای کارمندان و مسئولان شبکه تلویزیون زن غیر قابل تحمل است و به هیچ عنوان نمیپذیرد. اکنون کارمندان و مسئولان شبکه تلویزیون زن نشر کردن چنین گزارشی را از سوی روزنامه نیویورک تایمز اتهام بزرگ علیه تلویزیون زن می دانند و می گویند که باید روزنامه نیویورک تایمز در مورد گزارش نشر شده پاسخگو باشد. برای بررسی و بحث بیشتر در این مورد مهمانانی را در بحث با خود داریم. هر یک فوزیه درمانی، نماینده تلویزیون زن، محمد صابر مومند، مشاور مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، مجیب خلوتگر، رئیس اتحادیه رسانه های آزاد در افغانستان، خانم فریده نگزاد، مسئول مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان. و همچنان در این بحث به خاطر بررسی هرچه بیشتر موضوع از خبرنگاران نیویورک تایمز هر یک آقای مجیب مشعل، فاطمه فیضی دعوت به عمل آورده بودیم که متاسفانه در بحث حضور نیافتند. مهمانان عزیز سلام و وقتتان بخیر. خانم درمانی، پرسش نخست شما این گونه آغاز میکنم، بیشتر در مورد گزارش نشر شده از سوی روزنامه نیویورک تایمز در مورد رسانه تلویزیون زن بیشتر وضاحت بدین. تشکر. به نام خدا. سلام علیکم خدمت بیننده های تلویزیون زن و همچنان یک سلام خاص خدمت مهمانان عزیزی که تشریف آوردن به استودیوی تلویزیون زن. و گزارشی که در تاریخ 10 دسامبر سال جاری، یعنی سال 2017، از طرف نیویورک تایمز توسط دو گزارشگری که فاطمه فیضی و راد نودلند به نشر رسیدند که این گزارش تحت عنوان این میباشد که آزار اذیت جنسی در سراسر وجود دارد و زنان افغان نمیخواهد که اینها را بازگو کند و این گزارش که زیاد بر محتویاتشان آزار اذیت جنسی میباشد و در قسمت های اول این گزارشی که ذکر شدن چند پارت اول این گزارش بر این موضوع استند که نام یک دختر و او خانومی که مورد آزار اذیت جنسی قرار گرفتن یاد آوریشته و قسمت های وسط این گزارش از کارمندان تلویزیون زن یاد آوریشتن که در تلویزیون زن از وقتی که تلویزیون زن تاسیس شدن و این بر این شایعات وجود دارد که در تلویزیون زن آزار اذیت جنسی می باشد که اینها ادعا کردند و یا در گزارش خود آوردن که ما با دو کارمند این تلویزیون مصاحبه انجام دادن که با هویت پنهان، فعلا این دو کارمند با هویت پنهان در گزارش ذکر شده که اینا نظر به آزار و اذیت جنسی از این تلویزیون استفاده دادن. و همچنان در قسمت آخر این گزارش از آقای عبدالرسول دگروال رو یادآوری کردن که قضیهشان بر علیه از اینا داشتن که اینا برای خانم آزار و اذیت جنسی انجام دادن، برای خانم آزار و اذیت رساندن. و شایعه گزارشی که بر خاطر تلویزیون زن منتشر شدن زیادتر گزارشان بر بنیاد شایعات می باشد، بر اینکه این شایعاتی که وجود دارد در تلویزیون زن آزار و اذیت جنسی است و تلویزیون زن و یک نقصی که در این گزارش وجود دارد بر این است که این بر بنیاد شایعات می باشد و همچنان در تمام قسمت های گزارش نام های کسایی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن نامشان ذکر شدند، اما در مورد تلویزیون زن دو نفر که کارمندانشان استفاده دادن به هیچ عنوان نامی از اونها ذکر نشدن، نظر به بعض دلایلشان هم ذکر کردن. اما بر این است که ما ادعا داریم و همچنان در این گزارش عکسایی که از تلویزیون زن و از کارمندهای تلویزیون زن که فعلا اینا کارمند بر حالشان هستن نیز در این گزارش ذکر شدن که همچنان عکس اولی که در این گزارش آمده ای است که این همان استودیوی تلویزیون زن هستند که چند ماه پیش یا در از وقتی که تلویزیون زن ایجاد شده ما دختران مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن که یه هم بر بنیاد شایعات می باشد که حتی اون روز هم خود آقای خلوتگر حضور داشتن که اونا آمدن و از این قسمت استودیوی تلویزیون زن عکس برداری کردن. و همچنان عکس دوم از بخش ادیت تلویزیون زن می باشد که اینام گفتن که
که یه همان بخش تحقیق خبرنگاران روزنامه تلویزیون زنان شما را در جریان گذاشته بودند که حالا دقیقاً روی از این مورد گزارش نشر میکنن یا خیر. خب خبرنگاران نیویورک تایمز به هیچ عنوان نگفته بودند که ما در این مورد از شما گزارش را نشر میکنیم و فقط خواستند که از آقای حامی سمر که اینا تاسیس کننده تلویزیون زن هستند، نی رئیس عمومی برنامه هایشان فقط تاسیس کننده تلویزیون زن هستند، که از اینا یک مصاحبه را گرفتند که آیا همچی چیزی جریان دارد. خانم آقای حامی سمر این شایعات را رد کردند که در تلویزیون زن همچی چیزی جریان ندارد و خانواده ها بر ما اعتماد کردند که دخترانشان را میفرستند و ما هیچ وقت اعتماد این خانواده را نمیشکنانیم و همچنان هدف تلویزیون زن بر این میباشد که تا ما بتوانیم ظرفیت کارمندان را بالا ببریم و ظرفیت بانوان را در بخش رسانه‌ای بالا ببریم و هیچ وقت اینا نمیخواهد که یک محیط را بسازند که در آنجا آزار اذیت جنسی باشد و همیشه تلویزیون زن بر علیه همچون محیطی که وجود داشته باشد هنوز مبارزه میکند، چون اینا گزارش و برنامه‌هایی را که تا هنوز داشتند و زیادتر مثلا میتونیم آزار اذیت خیابانی را یاد کنیم که یک از برنامه‌هایشان بود، آزار اذیت جنسی در نهادهای دولتی و نهادهای خصوصی که برنامه‌های دیگه‌شان بود و همچنین آزار اذیت بانوان در دانشگاه‌ها میتونیم یک از برنامه‌هایشان بودن و اینا هیچ وقت در صدد این نیستند که یک محیط را بسازند که ناامن برای بانوان باشند و زیادتر بر اساس این کوشش میکنند که ظرفیت بانوان را بالا ببرند. بله ممنونتون، باز میگردیم با شما خانم درمانی. آقای مومند، نظارت و ارزیابی وزارت اطلاعات و فرهنگ در راستای کار رسانه‌های داخلی و خارجی چگونه میباشد؟ چقدر شما توانستین که بررسی کنین از ماهیت و چگونگی کار کرده رسانه‌ها در کشور؟ او ډیر مننه د لوی او مهربانه څښتن تعالی په سپیشل نامه لکه څنګه چې په خبر کې هم راغلی وو، نو دغه خبر دوه اړخ لري. یو اړخ دا ده چې د زن تلویزیون ادعا ده چې دغه کارمندانو که د زن تلري استعفا کړې ده او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا ویلي دي چې نه دی د ازار و اذیت په واسطه باندې له دې څخه تللي دي او همدارنګه په دې خبر کې هم د دې تلویزیون د مؤسس او بنسټګر له لورې نه دا خبره رد شوې ده، نو او نیویارک ټایمز دا خبره کړې. نو ویلی شو چې دا یوه رسنیزه سرغړونه ده او رسنیزه سرغړونې دپاره موږ په وزارت اطلاعات فرهنګ کې د رسنیزو سرغړونو یو کمیسیون لرو چې رسنۍ که په رسنیو باندې دغسې تور لګوي یا رسنۍ په اشخاصو باندې داسې تورونه لګوي د دې که هغه په چارواکو باندې که په هغه په عامو وګړو باندې، دغه کمیسیون حاضر دی چې په تیر کال کې هم دغه کمیسیون په سلګونو دغسې قضیې څیړلې دي او اوس هم دغه کمیسیون د اطلاعات فرهنګ وزارت په چوکاټ کې شته دی. د زن تلویزیون مؤسس او همدارنګه د زن تلویزیون په راس کې چې څوک دي، هغوی دې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته د ټول ثبوت سره د دغه ګزارش سره د یو درخواست په شکل باندې هلته د رسنیزو سرغړونو کمیسیون ته خپل درخواست وړاندې کړي او د اطلاعات فرهنګ وزارت به دا د هغه ټولو قوانینو په رڼا کې چې هلته موجود دي دا موضوع به وڅېړي. بله ممنونتان. آقای خلوتگر، با توجه به صحبت های خانم درمانی که حالا گزارش نشر شده نوران هم در مورد رسانه تلویزیون زن یک ادعا میدانند و اتهام برای این رسانه میدانند، حالا دقیقا کار اصول و موازین خبرنگاری را چقدر نقص میکنه همچون گزارشاتی که بر مبنای شایعه ها صور است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما حاضرین در بحث و مخاطبین. وقتی گزارش نیویورک تایمز را مطالعه کردم، ما به عنوان یک روزنامه‌نگار و به عنوان فردی که در یک نهاد حمایت از رسانه ها کار میکنم، چند تا موزل و چند تا چالش را از دید اصول خبرنگاری در این گزارش ما پیدا کردم. اولی که افشا نکردن منبع در صورتی که به خاطر تایید و رد یک مسئله یا به خاطر افشای یک مسئله که اکثراً کوشش میکنن رو پنهان کنن، مثل فساد اداری، از نظر قانون امکان داره که منبع افشا نشه الا اینکه محکمه ذی‌صلاح در این زمینه حکم بکنه و اون شرایطی که اون محکمه حکم میکنه رو در قانون تشریح شده و ما تشریح شده میبینیم. اما در موارد حیثیتی و ناموسی یعنی هیچ نمیتونه مستاق پیدا بکنه.
ما نمیتونیم به دلیل از اینکه قانون اجازه داده بالای مثلا موارد مثل حیثیت افراد، مثل عزت افراد بتازیم و از این ماده قانون استفاده کنیم. یک قانون چکنی هم اینجا هست که اگه اونا میخواین کسی که ادعا کرده که مسئله حیثیت هست، مسئله حیثیت چی از نظر فرد، چی از نظر شخصیت حکمی که تلویزیون است، اینجا به افشای منبع باید پرداخته شد. یک مسئله. مسئله دومی که شما در گزارشتان وقتی گزارش ببینین، در گزارش مثلا رسانه چاپی امروزی که در افغانستان چاپ میشه، ما چند فاکتور داریم که میتونن گزارش را تکمیل بکنن. یا ابزارهای تکمیل یک گزارش چی است؟ واژه ها است که شامل عنوان و جملات و همه چی که موضوع را میرسانه، و عکس است یا تصویر که را تکمیل میکنه. حالا اگر شما واژه ها را با تصویر از عین واقعیت نیارین، شما دروغ گفتین و صحت کار روزنامه نگاری نقص میشه. به عبارت دیگه شما یک خبر غلط را نشر کردین و دست به نشر اکاذیب زدین، این خودش یک نقص کار دیگه است. امون رقمی گفته شد، یک جای گفته شده که خشونت های جنسی جریان داشته و یک عکس را آورده از زمان حال، بله، دال که دا مربوط به گذشته می شده. این دوتا مشکل اساسی از نظر قانونی. البته یک مسئله دیگه هم هست، ما در لایه های مدیریتی سازمان ها یکی مدیریت های هیئت عامل داریم یا مدیریت های اجرایی و یکی هم هیئت تصمیم گیری و پالیسی ساز یا هیئت امنا یا هرچی برش میگن هیئت رهبری. صاحبان رسانه ها الا ای که به صورت رسمی هیئت عامل باشن یا هیئت اجرایی باشن یا مدیر اجرایی، در غیر صورت اونا هیئت رهبری هستن و در کارهای اجرایی اینا دخیل نیستن. وقتی شما از هیئت رهبری یک سازمان نقل قول میکنین در کارهای اجرایی، شما منبع را درست انتخاب نکردید. یعنی بجای از این که با آقای سمر صحبت میشد، با خانم یا آقایی که رئیس تلویزیون هستن باید صحبت میشد. پس این گام به اصطلاح نقض اصول خبرنگاری قدم سوم است که نقض شده. مسئله دیگه ای که شما وقتی میایین روی یک گزارش کار میکنین، قاعدتا برای افرادی که در گزارش دخیل هستن، ولو ای گپ درست است یا غلط است، برشان میگین که روی چی کار میکنین. ما قسمی که خانم درمانی فرمودن، ما دمی امروز اتفاقا اینجا بودم و در یک برنامه اشتراک کردم، با آقایی که عکس برداری میکردن صحبت کردم و ما برشان گفتم که چه خوب است که شما یک تصویر زنده و سازنده را از زنای افغانستان بتین، به خاطر که یک مکان است که تازه داره در این راستا گام برمی داره. اگر ما بر مبنای دید آمریکایی، بر مبنای دید اروپایی تصویر ارائه کنیم، این باستا به خراب خواهد داشت. اتفاقا امی جملاتی بود که ما فارسیش هم به انگلیسی بر از اونا گفتم و پرسیدم از دوستا که اینجا بودن که چه خاطر آمده، گفتن که خب یک گزارش از فعالیت های ما تهیه میکنن، دالی که اونا آمده دنبال تحقیق، دنبال پژوهش که از نظر اخلاق روزنامه نگاری و از نظر آیین نامه های روزنامه نگاری درست نیست که شما دنبال یک چیز میین ولی بهانه چیز دیگر هم میکنین. این موارد است که از روزنامه صاحب نام نیویورک تایمز کاملا بدور است که اینا در یک گزارششان بیاین و مسئله اصول خبرنگاری، اخلاق خبرنگاری و قوانین را در نظر نگیرن. این کاملا بدور است. مسئله دیگه اما یک اصل دیگه که در خبرنگاری است که ممکن در قوانین نشه تعریف کنی او را، او است که شما گزارشتان را بر مبنای اساسیت های محلی طور تنظیم میکنین که او اساسیت های محلی گزارشتان بر مبنای او اساسیت ها یک سکتور را، یک سازمان را و افراد را صدمه نزنند. شما موارد اخلاقی را در کشور به نام افغانستان که یک کشور کاملا سنتی است میان پای یک گزارشتان قرار میدین و بر مبنای ادعایی که نمیشه او را ثابت بکنین. اینجاست که من فکر میکنم
بسیار کار ناشیانه در کنار از اینکه خلاف رفتاری قانونی و حقوقی و موازینی شده، یک کار ناشیانه، یک کار تقریبا ناآشنایانه، یک کار ناآگاهانه نیویورک تایمز انجام داده. چیزی که باید انجام شوه، حالا من فکر میکنم قانون رسانه های افغانستان صراحت داره. وقتی یک رسانه کار انجام میده او غلط میباشه، هر کسی که طرف مقابلش هست میتونه ادعا کنه و رسانه نسبت به قانون رسانه های افغانستان او را تصحیح کنه. در موارد من فکر میکنم در قدم اول تا نیاز هم نیست که ما با کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای مراجعه کنیم. بله. چون قانون رسانه های افغانستان مشخصا این مورد را داره. هرگاه به این در چنین درخواست تمکین نکردن، اونجاست که ما دو تا ادعا کرده میتونیم بالای نیویورک تایمز. اولی که با قانون تمکین نکردن، دومی که قانون شکنی کردن. باز او قدم بعدی است. بله، بعد میگردیم با شما آقای خلوتگر. خانم بگزاد، به نظر شما نشه چنین گزارش در مورد مکان و یا جایی که حالا صدای رسای زنان در خلاف همچون موارد که در گزارش ذکر شده هست و همچنان ای که حالا در این گزارش عکسای از دختران به نشر رسیده که فوکانش و فامیلهای کارمندان این شبکه را برانگیخته که حالا مانی حضور و فعالیتشان در عرصه اطلاع رسانی باشند، به نظر شما دیگر چقدر نشر کردن همچون گزارش در تضعیف روحیه دهاتن از خبرنگاران زن در رسانه ها میتونه تاثیر بگذاره؟ شکر. به نام خدا، سلام بر شما دوستان حاضر در بحث و همچنان بیننده های تلویزیون شما. تشکر. من در قدم نخست خیلی متاسف هستم از یک رسانه معتبر بین المللی که واقعا ما در نیویورک وقت رفتم یک روز مصروف پروسی ترتیب خبر از اونا بودم که چقدر با اعتبار کار میکنن و همچون قانون شکنی از یک رسانه‌ای که به اصطلاح شهرت یا به اصطلاح نشر پخش جهانی داره، یا قانون شکنی یا غیر متوازن بودن، غیر میاری، یا به اصطلاح یک نوع تخطی تخلف رسانه‌ای صورت میگیره و قابل بحث هم است و متاسفانه. در واضح هست که ببینین، من خوشبختانه با شبکه شما شاید در جریان هستین، بیشتر رابطه دارم. بله. با دوستا، همکارا، خواهرایی که اینجا کار میکنن، به عنوان مسئول یک مرکزی که به خاطر حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان هدف ما می است که کار میکنیم، بیشتر از خواهرایی که یک مشکل بسیار کوچک دارن امروی ما شریک میسازن، میاین بخاطر یک آدرسی است که میتونن هر نوع مشکل، آزار، اذیت و مثلا نسبت به مردا به ما اعتماد بکنن، شریک بکنن. ما بحث اینجاست، چرا تا هنوز ما از آزار و اذیت آگاه نیستم؟ به عنوان کسی که یک نهادی داریم، یک آدرس است برای خانمایی که در عرصه ژورنالیسم کار میکنن و دمی جریان کسایی بودن که با ما مراجعه کردن و ما خوشبختانه که ما امروز یک تیم بسیار متحد قوی تحت فدراسیون نهادهای رسانه‌ای و ژورنالیستان افغانستان داریم که هر موضوعی که میشه ما مشترکاً اول به شکل بسیار جدی بحث میکنیم، بعدش تصمیم میگیریم که چی نوع باید رسیدگی شه و پیگیری شه و راه حل پیدا شه یا به اصطلاح به ادامه از این مشکل پرداخته شوه که چی راه حل پیدا شوه. از بود حقوقی و قانونیش که جناب خلوتگر صاحب اشاره دادن صراحت داره، یک نکته که من میخوام اشاره بکنم که در صورتی که شما یعنی خودتان خواسته باشین میتونین که بیشتر به این مسئله یعنی میتونین بود حقوقی بتین، مثلا یک دعوا باز کنین که باز بره به طرف کمیسیون بررسی تخلفات رسانه یا تخطی رسانه ها. اما در صورتی که نظر به قانون رسانه یمگانی موضوع قدر چیز صراحت داره که در صورت یک رسانه یک اتهام وارد میکنه، پس دوباره باید با شماره بعدیش یا دمو نشریه، دمو رسانه، دمو سازمان دوباره باید معذرت خواهی بکنه و یا دوباره اصلاحات بیاره، اتهامات، ابهامات که وارد شده پس اونا را نفی بسازن. و این میفهمین یک صدمه کلان است. اینا در اینجا باید پاسخگو باشن، جدن باید پاسخگو باشن. در صورتی که من گزارش کاپیش که گرفتم مطالعه کردم و خیلی دقیق متاسفانه ببینین
اول همی که اظهارات ما میگیریم از یک کس و استفاده از تصویر از کس دیگی، این خودش خلاف اصول و قواعد اخلاق ژورنالیسم و ژورنالیسم افغانستان، ژورنالیسم جهانی، ژورنالیسم مدرن است که من فکر میکنم که نیویورک تایمز باید بر همچو اصول و قوانین پابند باشه در افغانستان. اینا به نشر گزارشات میپردازن که ما بعد از یک متاسفانه بعد از یک خالیگاهی داشتیم که نگرانی داشتیم که خوشبختانه این ایجاد نهادهای اختصاصی رسانه‌ای بانوان چه تلویزیون شبکه زن باشه یا یک نهادهای دیگه که ایجاد شدن، یک امیدواری برای خانواده ها و به دختر خانمایی که اونا واقعا در عرصه ژورنالیسم میخواستن کار بکنن یک نهاد قابل اعتبار نداشتن و این سازمان ها و این رسانه ها که ایجاد شده اینا خود آرامتر و به اصطلاح مسئولتر احساس کردن و این فضا را با نشر همچو گزارش اینا صدمه بزنن، واضح هست که این ذهنیت خانواده های از اینا تاثیر میگذاره، بالای ذهنیت خود دختر خانم ها تاثیر میگذاره و و خود همین خانواده رسانه ها را یک نوع بیباوری ایجاد میکنه. ما جدا میخوام که این پیگیری شوه و به مو شکلی که لازم است رسیدگی شوه به همچو یک مشکل، بله، تا دوباره تکرار نشه چی از این رسانه چی از یک رسانه دیگه. بله ممنونتون، باز میگردیم. بیننده های عزیز، جا دارد یک بار دیگر یادآوری کنم که به خاطر بحث و بررسی دقیق این موضوع ما از روزنامه نیویورک تایمز از خبرنگارانش و یا هم از یک نمایندهشان دعوت به عمل آوردیم که متاسفانه در بحث حضور نداشتن. خب خانم درمانی، شما چی اقدام کردین و چی واکنش داشتین درباره گزارش نشر شده نیویورک تایمز در این مورد؟ پاسخ نیویورک تایمز به شما چی بود و چی واکنش نشان داد؟ تشکر. مسئولان تلویزیون زن زمانی که گزارش نیویورک تایمز منتشر شدن و بعد از آن اینا خواستن که یک سروی را داشته باشند از کسایی که از اینجا استفاده دادن و کسایی که کارمند بر حال تلویزیون زن هستند، اینا سروی با هویت پنهان سروی را اندازی کردند که در این سروی در ابتدا آزار اذیت جنسی را تعریف کردند و بعدا دو سه سوال که آیا شما شاهد آزار اذیت جنسی در اینجا بودین و یا کسی از دوستان شما داستان آزار اذیت جنسی را در اینجا برای شما بازگو کردن یا نه، اما هیچ کارمندی در این سروی نشان ندادن، در این سروی نشان ندادن که کدام کارمند مورد آزار اذیت جنسی قرار گرفته باشد. و این سروی را اگر دوستای ما و اگر حمایت کننده رسانه ها بخواهد، میتونیم که ما در اختیارشان با تمام جزئیات بگذارانیم که این سروی با هویت پنهان میباشد. هویت هیچ کارمندی در این سروی نه از کارمندی که بر حال هستند و نه از کارمندی که از اینجا استفاده دادن، سروی هویتشان ذکر نشده، پنهان میباشد. و همچنان ما زمانی که این گزارش نیویورک تایمز در تاریخ 10 دسامبر منتشر شد، ما این جریان را گذاشتیم با حمایت کننده رسانه های آزاد یا نهاد نای که اینا را ما به تاریخ 16 دسامبر یک شکایت نامه را برای اینجا فرستادیم و همچنان به اطلاعات فرهنگ تاریخ 19 دسامبر ما شکایت نامه را فرستادیم و به خود نیویورک تایمز تاریخ 16 دسامبر شکایت نامه فرستادیم و تاریخ 14 دسامبر به نیویورک تایمز ما به طور مکتوبی خود ما به دفترشان یک از کارمندای ما رساندن و همچنان پس دوباره ما تاریخ 18 دسامبر به نیویورک تایمز شکایت نامه را فرستادیم و همچنان ما به کمیته که کمیته مشترک رسانه هاست که اشتباه نکردم که خانم فریده نیکزاد در رأسشان قرار دارن، به اینا هم یک شکایت نامه را ما فرستادیم و اینا تمام نهادهایی که ما شکایت نامه را فرستادیم به جز نیویورک تایمز اینا گفتن که ما در این قسمت بررسی میکنیم و همچنان بعضی از نهادها با ما حمایت خود اعلان کردن که این گزارش نیویورک تایمز بر بنیاد شایعه است که این نمیتواند که قابل اعتبار باشد بر علیه تلویزیون زن همچه ادعای کردن. و همچنان نیویورک تایمز که ما با وجودی که ما هم هارد شب و هم سافت مکتوب بر یا شکایت نامه را بر نیویورک تایمز فرستادیم، اما نیویورک تایمز هیچ پاسخ تا هنوز از اونها دریافت نکردیم و ما دین روز و مدت 30 روز پای هم ما در تلاشی هستیم که یکی از مسئولان نیویورک تایمز را با خود داشته باشیم که بر ما پاسخگو باشد یا میتواند که دفاع کند و یا میتواند که گزارش را که اونها نشر کردن در بدلش یک گزارش دیگر به خاطر پوزش
یک گزارش نشر کند و یا میتواند گزارش از سایت حذف کند، اما هیچ اونا اقدام نکردند، فقط ای که خاموش بودن. و ما واقعا از نهادهایی که حمایت کننده رسانه هستند میخواهیم که در این قسمت واکنش جدی را نشان بدهد. و این گزارش که نیویورک تایمز منتشر کرده زیادتر بر بنیاد شایعات میباشد و ما در افغانستان متاسفانه یک فرهنگ ناپسند شده، زنایی که زیادتر بر رأس یک جای قرار میگیرد یا در بخش مدیریت و رهبریت قرار میگیرند، زیادتر کوشش میکند که صدمه بر اونا برساند، خصوصا صدمه از طرف خود زنان بر از اونا وارد میشن. چون در این گزارش کار کردن خود خانم فاطمه فیضی و راد نوت لند با همدیگر همکار گزارش کار کردن و همچنان بر علیه تلویزیون شبکه تلویزیون زن شایعات زیادی وجود دارد. از جمله میتوانیم بگوییم که یک شایعاتی است که تلویزیون در اصل این تلویزیون عیسوی قرار دارد، و یا یک شایعات دیگه میتونیم یادآوری کنیم که این تلویزیون آقای گلبدین حکمتیار حمایت میکند، و یک شایعات دیگه ای است که خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر که هست، اینا را پسر از اونها حمایت میکنند توسط پول خارجی ها، حمایت میکنند که اینا هر کدامشان شایعه است، بی بنیاد هست، ما نمیتونیم بر اساس شایعه اعتبار داشته باشیم. و همچنان در این گزارش چنین ذکر شدند که تلویزیون زن در جستجویی است که بر خود حمایت کننده دریافت کند. این بدون شک هر نهادی که بخواهد فعالیت داشته باشد در تلاش و در جستجویی است که تا بر خود حمایت کننده یا داخلی باشد یا خارجی باشد، باید بر خود برای حمایت خود و برای پیشبرد کارهای خود جویا شود. و همچنان در این گزارش که تاسیس کنندهش آقای سمر است، از اونها با اونها صحبت صورت گرفته، صحبت های از اونها را در اینجا ذکر کردند. اما خانم ستاره حسن که در رأس تمام برنامه های این تلویزیون هستند به هیچ عنوان با اونا مصاحبه صورت نگرفتند، و همچنان با خود هیچ کارمندی که در این تلویزیون زن که در اینجا به هر حال و به عنوان که به هر حال اینجا کار میکنن هیچ مصاحبه صورت نگرفته که آیا شما شاهد آزار ازج جنسی بودین یا نه. فقط بر بنیاد یک که دو نفر ادعا کرده و شایعاتی که وجود داره اینا گزارش خود آماده کردن. شما با خود خانم فیضی و راد نوردلند به تماس شدن، اونا چی واکنش با شما نشان دادن؟ خب ما زیادتر تماس گرفتیم که با خود فاطمه فیضی که گزارش تهیه کردن، اما با فاطمه فیضی ما بسیار کوشش کردیم و تلاش کردیم که اونا رو با خود داشته باشیم در برنامه، اما اونا حاضر نشدن. و همچنان در این گزارش ذکر شده که زیادتر در تلویزیون زن بخش های تکنیکی شان یا بخش های رهبریت و مدیریت شان مردان به عهده دارد و فقط بخش تخریج شان که ما متاسفانه مردان هستند و دیگر تمام بخش هایش بر دوش زنان هست که میتونیم از سیاسی یاد کنیم، میتونیم از خبر یاد کنیم و میتونیم از بخش های تولیدی دیگه شد که برنامه های اجتماعی است میتونیم یادآوری کنیم تمامشون بر خانم ها پیش ببرن. در صورت پاسخ ندادن روزنامه نیویورک تایم در مورد گزارش نشر شده، اقدام بعدی و واکنش بعدی تان چی است؟ و در صورتی که ما در نخست میخواهیم از حمایت کننده رسانه ها که اینا باید با ما شانه به شانه ما را حمایت کنند، در هر اقدامی که ما میکنیم ما میخواهیم که با اینا مشوره کنیم و اینا ما را در هر قسمت باید ما را حمایت کنند و حمایتی از اینا را در هر حالت جویاستیم و میخواهیم که میخواهیم. و در صورتی که باز هم اینا نتانستند که بر ما اتهامی که بر ما وارد کردن و پاسخ ارائه کنن، باز ما میتونیم از طریق نهادهای عدلی و قضایی این مسئله را پیگیری کنیم. بله ممنون رسان. آقای مومن، در صورت بروز چنین مسائلی که حالا جایگاه یک رسانه داخلی از سوی یک رسانه خارجی مورد آسیب قرار میگیره، قوانین چی تعریف داره به خاطر مسئولیت و ادای رسالت؟ دیر پندانه اوڑان دی خلوتگر سه یو ٹکی تا اشاره وکلا و آغا د رسانه و د ټولیز رسانه و د قانون کې او بالکل د ټولیز رسانه و په قانون کې واضح توګه باندې راغلی دی که چیرته دغسې یو اتهام واردیږي او هغه بیا رسنۍ ثابتولی نه شي په خپله بعدي ګڼه کې که هغه چاپی رسنۍ وي نو په خپله ګڼه کې که تصویري رسنۍ وي په یو بل ګزارش کې که غږیزه وي نو په خپله را روانه ګڼه کې په را روانه خپرونه کې دي د په دې اړه باندې هغه تصحیح وشي د دې مخکینی خبر که چیرته دا ونه شي او دا کار ترسره نه شي نو لکه څرنګه چې وړاندې یادونه وشوه تاسو خپله شکایت پاڼه د اطلاعات فرهنګ وزارت ته راستولې ده. د اطلاعات فرهنګ وزارت به د همدغو قوانینو په رڼا کې دغه څېړي او اړوندو ادارو ته به
لکه څنګه چې نورې دوسیې او نورې دغسې شکایتونه د اطلاعات و فرهنګ وزارت له لورې پخوا هم معرفي شوي دي. د دغه کمیسیون د بررسۍ نه وروسته به په دې اړه باندې کمیسیون پریکړه کوي چې د کمیسیون په راس کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت ضرورتمن سرپرست دی او په دې اړه باندې به پریکړه کیږي او بیا به اړوندو ادارو ته که د بڼه یې جرمي وه عدلیه او قضایي ارګانونو ته او که جرمي نه وه په هماغه کمیسیون کې فیصله کیږي. بله تشکر. من حالا میخوام که اصلاح بکنم. امی قبلا شما گفتین مسئول کمیته مشترک که کمیته مشترک حکومت و نهادهای رسانه‌ای یک کمیته هست که در رأسش آقای سرور دانش محترم سرور دانش هستن و در این شکل نیست اعضای فدراسیون هم در اونجا حضور دارن و به خاطر امی بررسی و اصلاح پیگیری بیشتر از این مسئله فکر میکنم که میتونیم بازم مجرای قانونی وجود دارن. بله. و من مطمئن هستم که اول با خوشبختانه که ما امروز سالگرد می کمیته مشترک داشتیم که در اینجا دستاورده خیلی بالا داشت، البته یک چراغ سبز است برای اولین بار در سطح افغانستان. من شاید همچی یک کار مشترک بین نهادهای مدنی و نهادهای حکومتی و سازمانهای حکومتی که سابقه نداشت و دستاورده خوب هم داشت، خصوصا و قضایایی که بررسی میشه و پیگیری میشه تعقیب صورت میگیره که حتی تا سارنوالی تا نهادهای عدلی و قضایی این قضایا پیگیری صورت میگیره. یعنی امی نهادهای حامی رسانه ها یا نهادهای حامی ژورنالیست ها در کل متحد هستن، مشترک همچه قضایایی که باشن بر مبنای قانون. البته در قدم نخست وقتی که ما میخوایم یک موضوع را پیگیری بکنیم از آدرس فدراسیون نهادهای رسانه‌ای و ژورنالیستان افغانستان، خود نهادی که نقص کرده، اول ما یک بار خود ما میبینیم که تا چه حد آیا این خودش این گزار برای که ما گزارش خواندیم مطالعه کردیم از دید خود ما از جانب از اونها ما مشنم. یعنی باز ما میتونیم فشارهای وارد بسازیم از طریق کمیسیون تخلفات، بررسی تخلفات رسانه‌ای و همچنان کمیته مشترک و کمیته بررسی قضایای تخطی یا تخلفات رسانه‌ای و خشونت علیه ژورنالیستان. و خودش یک نوع مثلا واضح هست که باید جدی پیگیری شود و اگر نشه راه را باز میکنه فردا یک نهاد دیگه جرأت میکنه به همین رقم یک گزارش غیر متوازن غیر معیاری و خصوصا او هم شما در شرایط حساس و یک کشور سنتی که با هندک چیز ما میتونیم که اگه تماس داشته باشه خود نخواسته روحی خانم‌ها را صدمه بزنه و بخصوص خانواده هایشان اعتماد و اعتباری که به میان آمده. البته و ما داریم کوشش داریم که این فضا را بیشتر مسئول بسازیم، بیشتر مثلا با اعتماد بسازیم و فضای محیط کار که سالم است، بازم اگر ناسالم است در راستای سالم بودنش کوشش میکنیم که از هر گزینه استفاده شود تا بتونیم حضور بیشتر خانم‌ها را داشته باشیم و اگر خدای نخواسته همچین گزارشاتی که بر مبنای شایعات باشه و مثلا حقیقت نداشته باشه و از استفاده خود ببینین اخلاق قنمی همی تصویری یک خانمی که ما در اونجا میبینیم یک تیم هستن در استودیو و ارتباط میتن به این گزارش میشد. این گزارش از کار فعالیت و از ایجادش تاسیسش که پاش یک گزارش میبود و از این تصاویر استفاده میشد به خاطر یک تصویر خوب، به خاطر که در افغانستان متاسفانه میشه نهادهای بین المللی وقتی مدست بین الملل در کنفرانس ها اشتراک میکنم اونا دیدشان یک دید منفی از افغانستان. ما اینی بازسازی داریم، پیشرفت داریم، انکشاف داریم، بخصوص در عرصه آزادی بیان و رسانه ها اینمی یک چیزی است که با حضور زنان که مشکل بسیار کلان است فعلا استاسا داره حضور پیدا بکنن. البته کابل افغانستان نیست، حداقل در سطح کابل این حضور ما میبینیم که استاسا داره پررنگ شد، یعنی میره به طرف پررنگ شدن حضور زنان. اگر ما همچو دو تا گزارش دیگه خواهی نخواستن نشه شوه من مطمئن هستم که فردا ما همی حضور شاید نداشته باشیم. بله ممنونتان آقای خلوتگر. من حیث پرسش آخر شما این که ها در صورت چنین وضعیت تلویزیون زن از کدام مجراهای حقوقی و قوانین نافذه رسانه‌ای احادی حیثیت رسانه‌ای کند؟ نه در مورد از این که تلویزیون زن چی کارهای دیگه انجام میده، من فکر میکنم دو بار مراجعه شده به نیویورک تایمز، یک بار
اور خمی که مد جریان هستم و مکاتیب را دیدم ازشان خواسته شده تصحیح بکنن. بار دوم رونوشت یا کپی نامه‌ای که به دفتر نی ارسال شده به نیویورک تایمز رفته و دفتر نی هم نامه شما را به زبان انگلیسی ترجمه کرده و در کنار یک نامه رسمی نی از اونا خواسته که وضاحت بتن. ما فکر میکنم اخلاقنم چون ما دو تا رسانه را اینجا داریم، رفتن به نهادهای عدلی و قضایی از دید قانون هم یک قدم بعدتر است و از نظر اخلاق کار رسانه‌ای هم باور ما ایست که یک نامه سومی هم برای نیویورک تایمز روان شود، ضرب الاجل برشان تعیین شود. این نامه میتونه همزمان رونوشت یا کاپیش با کمیسیون رسیدگی و تخلفات هم بره به فدراسیون، به نهادهای مثل نی و به کمیسیون حقوق بشر افغانستان. بعد یک زمان برش تعیین شود، بعد از او مسئله رسما از کمیسیون خواسته شود تا وضاحت بخواین از نیویورک تایمز. من فکر میکنم همزمانی که کار میشه دفتر نهی وظیفه خود میدانه در قالب فدراسیون نهادهای ژورنالیستی و رسانه‌ای که با دفتر مرکزی نیویورک تایمز در آمریکا در تماس شود و اونا را هم در جریان قضیه بگذاره. در کنار از این من فکر میکنم که آگاهی دهی از این که گزارش نیویورک تایمز متناسب نبوده، متوازن نبوده و خلاف معیارا بوده، خلاف معیارهای قانونی و معیارهای قبول شده بین المللی، میتونه از طریق بحث ها و گفتگوهایی که در تلویزیون زن مطرح میشه بیشتر بازتاب بیفت. خیلی سپاس از حضورتان در وقت مهمانان عزیز. بیننده های عزیز، بحث داشتیم در مورد گزارش نشر شده روزنامه نیویورک تایمز در مورد شبکه تلویزیون زن که مبنی بر این که حالا در این شبکه دختران زنان مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرن و دلیل این که دو کارمند از این شبکه از فعالیت هایشان دست کشیدن، دلیلش هم آزار و اذیت جنسی بوده که این مسئله برای کارمندان و مسئولان شبکه تلویزیون زن غیر قابل تحمل است و به هیچ عنوان نمیپذیرد. روی از این موضوع بحث بررسی داشتیم با خانم فوزیه درمانی، نماینده تلویزیون زن، آقای محمد صابر مومند، مشاور مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، آقای مجیب خلوتگر، رئیس اتحادیه رسانه های آزاد در افغانستان، خانم فریده نگزاد، مسئول مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان و همچنان از روزنامه نیویورک تایمز از خبرنگارانش هر یک مجیب مشعل و فاطمه فیضی دعوت به عمل آورده بودیم به خاطر وضاحت و پاسخگویی هرچه بشه به تلویزیون زن که متاسفانه در بحث حضور نداشتن. تا بحث و گفتگوی دیگر، خداوند یارو نگهدار.